درود بر شما دوستای خوبم، امیدوارم که حالتون خوب خوب باشه. امروز میخواییم با هم دیگه کوکوی گوشت درست کنیم که یک نوع از انواع کوکوهای گوشت هستش و بسیار هم خوشمزه است و با مقدار کمی گوشت میشه برای چند نفر یک غذای خوشمزه درست کرد. بریم با هم دیگه آماده کنیم. 200 گرم گوشت چرخ کرده احتیاج داریم و 2 تا پیاز درشت که من پوست کندم آماده است. پیازا رو کاملا باید ریز خرد کنیم، حالا یا با رنده ریز یا با غذا ساز هیچ فرقی نمی کنه. و احتیاج نداره که آب پیاز گرفته بشه. کاملا پیاز رو در حدی که ریز بشه با غذا ساز خورتش کردم و الان گوشت رو هم بهش اضافه میکنم. برای راحتی کار گوشت و پیاز رو هم داخل غذا ساز مخلوط میکنم و باز هم تاکید میکنم با رنده ریز که گوشت و پیاز کاملا به خورده هم بره خیلی بهتر. حالا کاملا اینا خوب مخلوط شدن، میریزم داخل ظرفی که میخوام مایه کوکو رو آماده کنم تا بقیه مواد رو بهش اضافه کنم. خب یک قاشق آرد احتیاج داریم که من از آرد جوی دو سر دارم استفاده میکنم. این پرک های جوی دو سر رو من همیشه میخرم و خودم آسیاب میکنم و همیشه آرد جوی دو سر که بسیار هم مقوی هست رو به غذاها اضافه میکنم. پودر فلفل سیاه، پودر سیر، نمک، پودر زردچوبه و پودر پاپریکا به مقدار لازم، هر اندازه که دوست دارید بهش اضافه میکنم. جزو غذاهایی نیستش که تاکید کنم چه مقدار بریزید، چون خیلی دوست دارن تند باشه. خب میتونید فلفل سیاه بهش بیشتر اضافه کنید، به خاطر همون میگم به مقدار لازم. خب 4 تا تخم مرغ داریم که بهش اضافه میکنم و از یه طرف ظرف شروع میکنم گوشت رو به تخم مرغا اضافه کردم. خب اینجا دیگه به خاطر کمبود زمان من فیلم رو کوتاه کردم، همه رو مخلوط کردم. یک لیوان نخود فرنگی داریم که هم بافتش رو بسیار زیبا میکنه و هم خیلی خوشمزه ترش میکنه. حالا میریم برای سرخ کردن. من سرخ کردن این کوکو رو به دو روش نشون میدم. یکیش که با قاشق عین کتلت، اندازه کتلت یعنی، میریزم داخل مایتابه سرخش میکنم، با پشت قاشق صاف میکنم تا قشنگتر سرخ بشه. فرقی نمیکنه چه قاشق قاشق بریزید چه یه هویی بریزید، من هر دو مدل رو آماده میکنم و این مقدار مواد کوکومون برای 4 نفر کاملا کافیه. خب کوکوها که دو طرفش سرخ شد رو میذارم روی دستمال که روغن اضافیش هم گرفته بشه. خب حالا روش پهن کردنش هم که کاملا همه میدونید، میریزم داخل مایتابه‌ای که روغنش داغ شده و پهن میکنم داخلش، با پشت قاشق صاف میکنم. چون قطر این قسمت، این مدل کوکو یه مقداری بیشتر از اون کتلتی ها هستش، من وقتی که با پشت قاشق کاملا صاف کردم توی مایتابه درش رو میذارم به مدت یک روب حدودن با دمای بسیار ملایم که کاملا بپزه و سرخ بشه. خب نگاه کنید دور تا دورش مشخصه که کاملا باید برگردونیمش دیگه. خب دیگه کوتاه کردم، اینم کوکوی خوشمزه‌مون که بسیار هم کافی و خوشگل و خوشمزه است. نوشه جان.